آنگ سان سوکی رهبر حزب وحدت ملی برای دموکراسی، برنده جایزه صلح نوبل، شیرزنی رزمنده در راه آزادی و حقوق بشر، با گام‌های استوار به میدان مبارزه بازگشت. او به مدت 25 سال به دنبال حضور فعالانه در انتخابات سال 1990 در حصر خانگی به سر می برد و از پشت درهای بسته یک تنه به مبارزه ادامه می داد. مبارزه برای رهانیدن کشورش بیرمانی از یوغ دیکتاتوری. برمه یا بیرمانی، کشوری با 45 میلیون جمعیت در جنوب شرقی آسیا، اندکی پس از جنگ جهانی دوم در سال 1948 به استقلال دست یافت، اما بلافاصله درگیر جنگ‌های داخلی شد، جنگ‌هایی که سلطه طلبی کمونیست‌ها منشأ آن بود و کشورهای دیگر منطقه از جمله ویتنام و کامبوج را نیز در بر گرفت. در سال 1988 به دنبال یک کودتای نظامی، فرماندهان ارتش بر کشور مسلط شدند و زیر عنوان جمهوری سوسیالیستی دیکتاتوری نظامی برقرار کردند. در انتخابات سال 1990 که رژیم حاکم وعده آزادی اون رو داده بود، آنگ سان سوکی وارد میدان شد و زیر پرچم آزادی خواهی به مبارزه پرداخت، اما دچار همان سرنوشتی شد که در انتخابات پارلمانی ایران به سال 1388 گریبان موسوی و کروبی رو گرفت، محاکمه و محکومیت به حصر خانگی. از آن زمان شیرزن لاغرندام که بانوی رانگون لقب گرفته است، درون چهار دیواری در ساحل یک دریاچه زندانی بود و حق دیدار با کسی رو نداشت جز دو فرزندش، دو پسرش و تنی چند از مراقبان، تا آنکه در انتخابات اخیر برمه حزب وی به پیروزی قاطع دست یافت و خودش نیز به نمایندگی مجلس برگزیده شد. مردم برمه پس از 25 سال بار دیگر بانوی رانگون رو دیدند که با گام‌های محکم و موقرانه در معابر عمومی قدم برمی‌داشت و در محافل سیاسی ظاهر می‌شد. او از قفس آزاد شده بود، قفسی که نظام حاکم در سال 2011 با انحلال خودخواسته شورای نظامی در آن را گشود و وعده آزادی انتخابات داد. اکنون نظری به زندگی بانوی رانگون بیاندازیم. آنگ سان سوکی 2 ساله بود که پدرش در جنگ استقلال، جنگ‌های استقلال طلبی، جان باخت. نخستین فصل زندگی او در غربت گذشت، ابتدا در هندوستان و سپس در انگلستان. در این بخش از زندگی دختر یتیم به مادری نمونه تبدیل شد، همسر یک مرد انگلیسی که در دانشگاه آکسفورد به عنوان کارشناس تاریخ و جغرافیای تبت
تدریس میکرد و از وی دو فرزند داشت. در سال 1998 هنگامی که مادرش در آستانه مرگ قرار داشت به برمه بازگشت و بر بالین مادر حضور یافت. آن زمان قیام عمومی علیه حکومت نظامیان اوج گرفته و به خون کشیده شده بود. او نیز به قیام کنندگان پیوست و تصمیم گرفت سرنوشت خود را با سرنوشت وطنش پیوند بزند. در نخستین سخنرانی خود اظهار داشت: به عنوان دختر پدرم من نمیتوانم در برابر آنچه بر وطنم و هموطنانم میگذرد بی تفاوت باشم. راهی که بانوی رانگون برگزید به حصر خانگی انجامید تا آنکه در سال 2011 نظام حاکم شورای فرماندهان را منحل کرد و مصلحت در آن دید که روزنه‌ای به سوی آزادی بکشاید. پرزیدنت تین سین، رئیس جمهور کنونی و آخرین نخست وزیر دوران حاکمیت شورای فرماندهان که لباس جنرالی رو به لباس سنتی تبدیل کرده است، در آستانه انتخابات اخیر برای اثبات حسن نیت خود شمار زیادی از زندانیان سیاسی از جمله سان سو کی رو آزاد کرد، به مطبوعات و رسانه‌ها و وسایل خبررسانی از سمعی و بصری و ماهواره‌ای آزادی عمل داد، موجبات آزادی انتخابات را هم فراهم کرد که در چنین فضا حزب وحدت ملی برای دموکراسی موفق شد بخشی از کرسی‌های پارلمان را به دست بیاورد. این حزب در نظر دارد بانوی رانگون را بر کرسی ریاست جمهوری بنشاند، هرچند بازماندگان دوران دیکتاتوری که میتوان اونها رو با گروه موسوم به دلواپسان ایران مقایسه کرد، به استناد یکی از مواد قانون اساسی مصوب سال 2008 راه بر او بستند. به موجب این ماده کسانی که همسر خارجی یا فرزندانی با شناسنامه خارجی داشته باشند نمی توانند مقامات بالای حکومتی را احراز کنند. بانوی رانگون در پاسخ کسانی که این ماده قانون را به رخ او کشیدند می گوید: من به چیزی بالاتر از آن نظر دارم که شما فکرش را می کنید. من میخواهم کشورم را از حد اعلای مواهب آزادی و دموکراسی بهره‌مند کنم. در همین ایام تصادفاً مقاله‌ای از بانوی مبارز ایرانی، مهرنگیز کار، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره حقوق پایمال شده زنان ایران خواندم که در آن می نویسد: حجاب اجباری به رویارویی بیوقفه زنان ایرانی با حکومت منجر شده و همواره جبهه‌ای از جنگ داخلی با ویژگی‌های خود در جریان است. اصرار نابخردانه حکومت به تداوم رویارویی با زنانی که حجاب را به صورت اجباری نمی‌پذیرند بر کلیت حقوق شهروندی خط بطلان کشیده، آن را خالی از معنا کرده و از حکومت سلب حیثیت شده است. وقتی این مقاله را می‌خواندم از خودم پرسیدم: راستی آن خانم حقوقدان ایرانی که به دریافت جایزه صلح نوبل
مفتخر شد کجاست؟ کجا رفته است؟ آیا فقط به افتخار دریافت اون جایزه و امتیازات آن نیاز داشت؟ در گفتار امروز میخواهم درباره واژه تابیدن یا درستر گفته باشم واژه های تابیدن سخن بگویم. تابیدن نماینده برهمافت یا انطباق سه خانواده معنایی جداگانه است که با هم پیوند ندارند. به سخنی دیگر فرگشت آوایی که زبان فارسی سه بگرت کنسپت گوناگون را یکسان کرده و در واژه تابیدن گرد آورده است. ببینیم این سه واژه تابیدن چیستند. نخستین تابیدن به معنای درخشیدن، پرتو افکندن، روشن بودن و گرم کردن است که در این بیت‌های فردوسی می‌بینیم. به هر کار بهتر درنگ از شتاب، بمان تا بتابد بر این آفتاب. که شیری نترسد ز یک دشت گور، نتابد فراوان ستاره چهور. هوا سرخ و زرد و کبود و بنفش، ز تابیدن کاویانی درفش. چنان که گفتم تابیدن همچنین دارای معنای گرم شدن، گرم کردن، شعله ور شدن است. نمونه ها: کوره را تابیدم. تذکرة الاولیاء عطار میگوید که بهشت از بالا می آرایند و دوزخ در نشیب او می تابند. تابیدن همچنین به معنای آزرده شدن، مضطرب شدن به کار رفته است. فردوسی: نشانهای مادر بیابم همی، به دل نیز لختی بتابم همی. به گیتی نه فرزند ماند نه باب، تو بر سوگ باب ایچ گونه متاب. تاریخ بیهقی: دست راست خواجه ابوالقاسم و بونصر مشکان را بنشان و بوسهل بر دست چپ، خواجه از این نیز سخت بتابید. این تابیدن به معنای مضطرب شدن دیسه دیگری است از تپیدن، از تپ به معنای گرم شدن، درخشیدن، که صورت کهن‌تری از تاب است چنان که خواهیم دید. بد نیست بدانید که در سغدی تپاک به معنای تب و استراب است. دیسه های دیگر این تابیدن عبارتند از تاویدن، تافتن، تفتن، تفسیدن به معنای گرم کردن، داغ کردن. آفتاب و تابستان هم از این خانواده هست. تاب به معنای گرما هم هست. واژه های تب، گرمای بدن، تابه، ظرفی که در آن گرم می کنند، می پزند. تاول و نان تافتون هم از این گروه هست. تاول از تاف که دیسه دیگری است از تاب، تابیدن و پسفند ال. در برنامه شماره 37 به این پسفند که دیسی دیگرش آل است پرداختم. در کردی تاو به معنی خورشید است. ریشه این تابیدن سرانجام به اوستایی تپ، تف، میرسد به معنای گرم کردن. تاپیتی گرم میکند. همچنین تفنه، تفنو به معنای گرمای بسیار، تپ. این واژه اوستایی همریشه است با سانسکریت تپ، گرم کردن، گرم شدن، سوختن. تپتی می سوزد. هم ریشه با واژه لاتین تپر، نیمگرم بودن. تپیدوس، ولرم، نیمگرم. این واژه لاتین در زبانهای اروپایی دیسه های زیر را دارد. در انگلیسی تپید، در فرانسه تید، در ایتالیایی تیپیدو، در اسپانیایی تیبیو، ولرم. همه اینها همراه با تابیدن فارسی به معنای پرتو افکندن، گرم کردن، از پوروا هند اروپایی تپ به معنای گرم بودن می آیند. در گذشته تابیدن و واژه های همخانوادهش برای نوری که با چشم دیده می شود به کار می رفته است. همکنون در فیزیک ما آن را همچنین در برابر ریدییت به معنای بیرون دادن انرژی و ذره به کار می بریم. این نمونه دیگری است از موردهایی که واژه فارسی معنایی را که نداشته به پیروی از واژه‌های همانند اروپایی به خود گرفته است.
نمونه دیگر واژه فرهنگ است که در برنامه گذری و نظریه شماره 57 درباره‌اش سخن گفتم. در فیزیک انرژی را که با موج‌های برق و مغناطیسی الکترومغناطیک انتقال می‌یابد تابش می‌گوییم. نوری که با چشم دیده می‌شود تنها بخش کوچکی از تابش برق و مغناطیسی است. با طول موج‌های میان 4000 و 7500 آنگستروم. موج‌های با طول کوتاه‌تر را که فرابنفش و پرتوهای ایکس و گاما هستند نمی‌بینیم. همچنین است برای موج‌های دراز‌تر که فروسرخ و رادیویی باشند. ستارگان و کهکشان‌ها افزون بر نور دیدنی موج‌های فرابنفش، فروسرخ و رادیویی می‌تابند. همکنون می‌توانیم با آشکارگرهای مناسب آنها را دریافت کنیم. ابرهای مولکولی که در فضای اندرختری یافته می‌شوند و زادگاه ستارگانند تابنده موج‌های فروسرخ و رادیویی میلیمتری هستند. پیش از آنکه به دو واژه دیگر تابیدن برویم به کوتاهی اشاره کنم که تا آغاز صدی 20 نمی‌دانستیم که نور چگونه پدید می‌آید. باید پی می‌بردیم که نور پدیده‌ای پیوسته نیست بلکه از ذره‌هایی درست شده به نام فوتون. همچنین میبایست پی میبردیم که ماده از اتم ها درست شده و به گرد هسته اتم الکترون ها در گردشند. الکترون ها تنها در مدارها یا تراز هایی قرار میگیرند که انرژی معینی دارند. هرگاه الکترونی به تراز بالاتری رانده شود که برای این کار باید انرژی صرف کرد، پس از مدت کوتاهی آن تراز را ترک میکند و به تراز نخستین باز میگردد. در بازگشت انرژی را که گرفته به دیسه فوتون یا نور از دست می‌دهد. وقتی میلیون‌ها الکترون این کار را می‌کنند، نور به اندازه‌ای است که چشم می‌تواند آن را ببیند. این نور دارای طول موج‌ها یا رنگ‌های گوناگون است، چون الکترون‌ها از ترازهای گوناگون و ناهماهنگ فرو می‌افتند. اگر الکترون‌ها را وادار کنیم که همگی با هم و از یک تراز فرو بیفتند، پدیده‌ای را می‌آفرینیم که به آن میزر یا لیزر می‌گوییم. اختراع لیزر تاریخچه پیچیده‌ای دارد. در اینجا نمی‌توان به آن پرداخت. نخستین دستگاه لیزر را تئودور میمن در سال 1959 ساخت که تنها به گونه گسسته کار می‌کرد. نخستین بار که فیزیکدانان توانستند این پدیده را به طور پیوسته و نه گسسته به وجود آورند در سال 1960 بود. گروهی از سه فیزیکدان موفق به این کار شدند، یکی ایرانی آمریکایی به نام علی جوان و دو دیگر آمریکایی به نام‌های ویلیام بنت و دونالد هریوت. آنان توانستند نخستین لیزر گازی هلیوم نئون را که به خوبی کار می‌کرد اختراع کنند. پروفسور علی جوان رهبری این گروه را بر عهده داشت. در این عکس که به سالهای دهه 1960 برمیگردد و در آزمایشگاه گرفته شده، علی جوان در سمت راست و ویلیام بنت در سمت چپ دیده می شوند. عکس دوم هم که به 40-50 سال پیش برمیگردد، پروفسور جوان را در کنار همسر و دخترش می بینید. پروفسور جوان در سال 1926 میلادی 1305 ایرانی در تهران زاده شد. در مدرسه زرتشتیان درس خواند و دیپلم خود را از دبیرستان البرز گرفت. در سال 1948 در سن 22 سالگی به آمریکا مهاجرت کرد و همکنون در 89 سالگی استاد امریتوس دانشگاه MIT است. برای او تندرستی و شادمانی روزافزون آرزومندم. برگردیم به واژه تابیدن. تابیدن نخست به معنای پرتو افکندن و گرم کردن بود. تابیدن دوم به معنای تاب آوردن و طاقت آوردن و تحمل داشتن است و هیچ پیوند ریشه‌ای با تابیدن نخست ندارد. نمونه های کاربرد از فردوسی: نه تابی تو با من به دشت نبرد، شنو پند من گرده رزمم مگر. چو با دشمن خود نتابی نکوش، به برگشتن از رزم بازار هوش. این تابیدن دوم همریشه است با توان و توانستن. در فارسی میانه پتو با پیشوند پت به معنای تحمل کردن، اصرار کردن. فارسی باستان تو، اوستایی تاو به معنای توانستن، نیرومند بودن. این واژه ها همریشه اند با سانسکریت توی، نیرو داشتن. یونانی ساوس، سالم. روسی اسلاوی کلیسایی تیتی، فربه شدن. همه اینها از ریشه پوروا هندو اروپایی تو، نیرومند بودن.
و اما تابیدن سوم، گفتیم که تابیدن نخست به معنای پرتو افکندن و گرم کردن است. تابیدن دوم به معنای طاقت آوردن، تحمل داشتن. تابیدن سوم به معنای روی برگرداندن و منحرف شدن است. نمونه ها باز هم از فردوسی: زراح خرد هیچ گونه متاب، پشیمانی آرد دلت را شتاب. مولوی میگوید آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رخ متاب. حافظ: جوانا سر متاب از پند پیران، که رأی پیر از بخت جوان به. این تابیدن همچنین به معنای تاب برداشتن و پیچیدن و کج شدن هم هست. فردوسی: چو تابند گردان از این سو انان، به چشمندر آرند نوک سنان. دلاور انان را بتابید باز، سوی جای خود در زمان رفت باز. واژه تاب در تاب دادن، تاب خوردن، تابیده به معنای کج و کوله هم از این خانواده هم. این تابیدن فارسی هم ریشه است با لیتوانی تمپتی، کشیدن، گستردن، روسیه تپستی، تنگ کردن، و لاتین تمپوس به معنای زمان، که در اصل به معنای طول، کشیدگی زمان بوده است نه زمان. واژه های فرانسه تان، اسپانیایی تیمپو و ایتالیایی تمپو به معنای زمان همه از این واژه لاتین می آیند. تایم در انگلیسی هم ریشه است با تمپوس در لاتین، ولی از آن گرفته نشده است. و همه این واژه ها همراه با این معنای تابیدن از پوروا هندو اروپایی تمپ می آیند به معنای کشیدن، پیچیدن. وقت ما به پایان رسید، پس می بینیم که در ریشه شناسی نباید تنها به دیسه کنونی واژه ها توجه کرد. بیفزایم که تاب در شتاب هیچ پیوندی با این تابیدن ها ندارد. واژه هایی که ظاهر همانند دارند می توانند از ریشه هایی باشند بی رابطه با هم. من در این باره در گذشته بحث کردم. کسانی که علاقمندان می توانند به برنامه گذری و نظریه شماره 41 بازگردند. سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. در این برنامه یک شعر بلندی میخونم که در واقع یک بخش از یک سگانه است که در این کتاب قمار در محراب که در سال 2000 انتشار پیدا کرده بخشی از اون هست. در واقع اسمش هست ایمان شیعه و قدر الفقیه. مضمون شعر در واقع تزویری هست که روحانیون حاکم با دین و به خصوص با اسطوره امام غایب کردند و سوء استفاده‌ای که از اعتقادات کهن مردم ایران کردند و پلکانی از اون ساختن تا بالا برن و خودشون رو به تخت قدرت برسونن و البته رساندن. در واقع این کتاب به طور کلی و این شعر تحت تأثیر کشتارهای غیر قابل توصیف اون چی که بهش به عنوان قتل زنجیره‌ای مشهور شد، تحت تاثیر اون وقایع تلخ سروده شده و یادی رفته از در اول کتاب از کسانی چون سعیدی سیرجانی، احمد تفضلی، میر علایی، غفار حسینی، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و پروانه و داریوش فروهر. انکار بسوزد چو شهادت بفروزد. مولوی: ایمان شیعه و قدر الفقیه. آن شه سوار غایب را بیش از 1100 سال، ایمان شیعه می آمد هر صبح دم به استقبال. جان می فشاند و فردا را هر شامگه گزین می کرد، وان مرکب مقدس را در انتظار زین می کرد. چشم صفا به ره می دوخت آن منجی نهانی را، تا مقدمش به جای آورد میثاق آسمانی را. چون آرزو رها می کرد هر بامداد شورانگیز، یال سمند قدسی را در آستان رستاخیز. می سوخت با طبیعتشان در شوق ساعت موعود، تا پای در رکاب آورد آن پی خجسته
آن مسعود، تا آن دلاور آن بیدار خورشید صدر زین گردد، ظلمت زدای ده را آید روشنگر زمین گردد. آزردگان گیتی را شوری به جان برانگیزد، دیوار کینه برچیند برج ستم فرو ریزد، همراز بویه ای روشن با شوق خالی از تردید، چشم زمانه بر در بود قلب هزاره میکوبید. پایان عهد ظلمت سار آغاز روشنیزا بود، امروزهای وحشت را شعله امید فردا بود. هر لحظه انتظاری سرخ در جان شیعه برمی رست و از آینه قبارینش زنگار مظلمت می شست. هر لحظه گوهری رنگین در باورش چراغان بود، بر آسمان رؤیایش جشنی ستاره باران بود. با صد زبان هزاران زخم در جانش الامان می گفت، شوق ظهور در قلبش یا صاحب الزمان می گفت. ایمان شیعه در ره داشت یک شه سوار و دیگر هیچ، چون شمع دودمان می سوخت در انتظار و دیگر هیچ. یک شه سوار و دیگر هیچ، فرزند جان فشانی ها، آه فشرده صد قرن در کام بینشانی ها. یک شه سوار و دیگر هیچ، قدیس قهرمان گوهر، نغمه رمیده در فریاد، راز نهفته در باور. یک شه سوار و دیگر هیچ، مردان مرد دوران بود، حلقه وصال دل با غیب، سر حریم وجدان بود. هم سوشیانت هم مهدی، بو مسلم و تهمتن بود، اسطوره رهایی را ذات دوازده تن بود. با عمق روح ایرانی در ظلمتی ستم بنیاد، تنها دوازده اخگر پیغام روشنی میداد. در صلب انتظاری صعب او آن دوازده کس بود، در ژرف کام غیبت ها تنها حضور او بس بود. نام امام از وی بود، عز امام با او بود، خورشید رستگاری را شرق قیام با او بود. ایمان شیعه گر یاد از لفظ امام می آورد، با وی خیال می انگیخت، از وی پیام می آورد. آوازه سمندش را دلبسته در علائم بود، جانش فروغ حجت داشت، چشمش به راه قائم بود. ای دزد باور، ای قدار، یغماگر پیامی تو، اندیشه امامت را تاراج عز و نامی تو. ای دام شرع و دین مکرت، سرهنگی و ریاست را بر مرکب امامت بست، عرابه سیاست را. جادوی جاه در جانت با جهل عامه شد همدست، یورش به کاروان آورد، ره بر امام غایب بست. در گرگومیش یک تاریخ از اشترت فرو جستی، گفتی انا الامام الوقت، بر راهوار او جستی. ابرت شفیق و بادت دوست، برقت معین و یارت رعد، کیدی و ساعتی مسعود، وقتی خوش و قماری سعد. شرقت مناره برپا داشت، غربت به بوق و کرناب است، قدرت امام نامیدت، هرست زبان هاشا بست. چشم جنون ملی را بر ماه دوخت تزویرت، تا دل بریدگان از عقل بندند دل به تصویرت. بر صحنه تندر و طوفان آفاق در سوائق بود، بر دوش ظلمتی نوزاد تابوت صبح صادق بود. وجدان شیعه می پرسید کین جاه جوستان غایب، قوغا چماق کین می کوفت، کاری هموستان غایب. ایمان زخیش می پرسید کان شه سوار باری اوست، هزیان بر او غضب می کرد، هرگز مپرس آری اوست.
زن عهد ها که در آغاز با اهل کاروان بستی، در نیمه راه تدلیست یکی نشد که نشکستی. با وعده های رنگینت زیباغ جنت از آغاز، هرگز نشد دری پیدا کن در نشد به دوزخ باز. گفتی روان شویزی قم، اسب قیام هی کردی، اما به نام قم فنزر انذارگاه ری کردی. گویی درخش دیهیمت دل در ربود و جادو کرد، آز از حریم وجدانت پیمان و عهد جارو کرد. گفتند یا امام الوقت، گفتی انا الولی الامر، دادی پیام دین با زید، خواندی نماز کین با امر. ایمان به مهره پیوستی در داو انتظاری خوش، و از شوق جاه بنشستی بر عرصه قماری خوش. بر بام روح باورها بشکستی آن علامت را، بردی به حجله تزویج سلطانی و امامت را. آن شهر آرمانی را در ژرف جان ایرانی، کردی بدل به ویرانه با حدتی انیرانی. طرف کله نهادی کج، کائین سروری دانی، آینه کردی از کینه یعنی سکندری دانی. آنگونه برق تاجت شیفت کت وعده ها برفت از یاد، منبر ز قم به ری بردی بستی به تخت استبداد. آیات آسمانی را بازیچه زمین کردی، ناموس جبر شاهان را جاری به نام دین کردی. دستار 14 معصوم بر تاج قیصران بستی، و از کفر بدعت آیینت تهمت بر این و آن بستی. از کبریای کینت مرگ بر خاکیان فرو راندی، سیت قتال سردادی، آیات اقتلو خواندی. قرآن به دست و بد در جام، کار جهان به کامی نک، معمار انهدام اما سلطان ولی امامی نک. بر نقش آن قیاب آباد در چنگت این حضورستان، مسند نشان ظلمت سار فرمان روای گورستان. چکمه امامتت بر پای، گیتیز تمتراغت کر، تیغ جفات بر مردم، ذکر خدات بر منبر. سنگیز نفرت و بیداد، خشتیز جور و بدعهدی، این دستکار خونین را خانی مدینة المهدی. خانی مدینة المهدی بیت الفساد قدرت را، بر صاحب الزمان بندی این قدر بی حقیقت را. بر صاحب الزمان بندی جرح و قتال و قارت را، خونریزی و قساوت را، سرهنگی و صدارت را. بر صاحب الزمان بندی هر آتشی که سوزاندی، جهلی که بر زمین کشتی، جنگی که بر فروزاندی، هیزم ز آدمی کردی تا بر تنور نان بندی. نعمت خدایت را بر صاحب الزمان بندی، بر صاحب الزمان بندی بدمستی و خمارت را، و از کیسه خدا بخشی در باخته قمارت را. چون جام عافیت نوشی زهرابه شکستت را، و از خون بندیان شویی قهر سیاه دستت را. در باخته قمارت را زیران کنی طلبکاری، باج عراق پردازی، خون در اوین کنی جاری. بر صاحب الزمان بندی کینزارها که رویاندی، آن سروها که برکندی، وان دارها که رویاندی، آن داسها که بخشیدی نامردمان ناکس را، که از بیخ و بن براندازند آن اسلحای نورس را. آن شیشه ها که پیش از مرگ دور از مرا انسانی، هر صبحدم به فتواگت پر شد ز خون زندانی. آن اسمتی که در زندان آلوده شد به دندانهات، نک آبروی ایران را هیهات خاموشم هیهات. بر صاحب از زمان بندی بنماگه پلشتی را، سربازکان گمنامش نامی سگان گشتی را. سربازکان گمنامش بر کف گرفته خنجرها، در خون سیرجانی ها، در خانه فروهرها. سربازکان گمنامش پرورده تبهکاری، پهلودران پوینده، دامفکنان مختاری،
سربازکان گمنامش در محفل تبهکاران، گرگان آدمی رویان، خوکان واجبی خاران. ای بدعت، ای ظلام، ای بد، بر بام ننگ اینت کوس رسوا و همچنان پرباد، اوریان و این چنین سالوس، سودای جاه را تهمت بر پیر و بر جوان بندی، وین فرقه قساوت را بر صاحب از زمان بندی. در چنگ وهن بفشاری حلقوم شادمانی را، بر بن زنی جوانان را، غارت کنی جوانی را. نومید وار و بی فردا رو در سراب ناکامی بندی، به پای هستیشان زنجیر بی سرانجامی. شب رو صفت حرامی خوی در خون صبح بیداری، زی خوابگاه دانشگاه تا تاروش هجوم آری. قربانیان آزت را سجاده بر دهان بندی، کشتار اهل دانش را بر صاحب از زمان بندی. بر صاحب از زمان بندی این چاه سار وحشت را، و از نقل اسب او دانی توده غبار وحشت را. ای بدعت، ای ظلام، ای بد، وقت است تا زنت فریاد وجدان شیعه زین تلبیس، خون خدا در این بیداد. شاد و سرفراز و سربلند باشید. روزگاران خوشی بود که هنوز امید در دل ایرانیان فراوان بود. آدم هایی که با میل و رغبت و با تمام اراده خودشون شرکت می کردند لااقل در تظاهرات علیه جمهوری اسلامی وجود داشت در بین ایرانیان مقیم پاریس. مجله‌ای داشتیم به نام روزگار نو که منعکس می‌کرد تمام این خواست‌ها رو، و عده‌ای از بهترین نویسندگان ایران درش قلم می‌زدن که ما هم همین قضا قرتکی توشون جا خورده بودیم و مطالبی می‌نوشتیم. در اون روزگاران بسیار خوش که تصادفاً دو تن از دوستانی که اینجا هستن، آقای جلالی و آقای احرار، هم جزء قلمزنان روزگار نو بودند. به هر حال کار میکردیم و مجله شسته و رفته جالبی رو بیرون میدادیم، البته با همت مرحوم شادروان پوروالی که بدون هیچ تردید یکی از بهترین روزنامه نویسای ایران بود. در اون روزگار خانم هما ناطق، تاریخ نویس، تاریخدان، کتابی نوشته بود درباره اسناد فرهنگی دوران قاجار، بیشتر درباره دوران میرزا آقاسی. این کتاب رو من خوندم و فوق‌العاده خوشم اومد، برای اینکه برای اولین بار یک تاریخ نویس با بی‌طرفی درباره حاجی میرزا آقاسی قضاوت کرده بود. حاجی میرزا آقاسی یکی از صدر اعظم های دوران قاجار بود و پیش قدم تر از قائم مقام فرهانی و امیر کبیر. میشه گفتش که اولین اصلاحات رو در ایران او به وجود آورد. متاسفانه او هم دچار همون گرفتاری شد که در تاریخ ادبیات ایران عبید زاکانی مبتلا شد. عبید زاکانی به دلیل مخالفت‌هایی که با روحانیت ایران داشت و متلک‌هایی که با اونا می‌کرد و طنزی که درباره اونا به کار می‌برد، متاسفانه مورد خشم و غضب روحانیت قرار گرفت، دچار سرنوشتی شد شبیه سرنوشت ایرج،
و تقریبا شهرت اساسی خودش که در شأنش بود به دست نیاورد. حاجی میرزا آقاسی هم درست همین گرفتاری رو داشت. در دورانی که صدارت ایران رو به عهده داشت با دو گروه مفتخر ایرانی، یکی روحانیتی که در اون دوره بود در دوران سلطان محمد شاه مخالفت میکرد و نمیذاشت بیش از حد از منابع مالی مملکت بهره‌مند بشن، و یکی درباریان که بدون هیچ دلیلی خودشون رو تافته جدا بافته میدونستن و سعی میکردن اون چه که ممکن هست از منابع مالی مملکت استفاده کنن. به همین دلیل دو گروه مقتدر در ایران، یعنی روحانیون و درباریان، علیه او تبلیغات کردند و این اسم عجیب و بد رو درباره‌اش ساختند که آدمی بود نالایق و نمیتونست به درستی کار انجام بده، در حالی که بین صدر اعظم هایی که تا زمان حاجی میرزا آقاسی وجود داشت، حاجی میرزا آقاسی تنها کسی بود که برای اداره مملکت استراتژی داشت. او میدونست که علت عقب ماندگی ایران عبارت از این استش که به اسلحه و تکنیک اسلحه سازی مدرن دسترسی نداره و نمیتواند در میدانهای جنگ به همون اندازه خودش رو نشون بده، به خصوص شجاعت سربازانش. به همین دلیل آمد و کارخانه های توپ سازی به وجود آورد و همچنین معتقد بود که ایران با وجود اینکه آب به حد کافی ندارد ولی راه‌هایی وجود دارد برای اینکه بتونن کشاورزی رو پیش ببرن و تنها راه نجاتش هم ایجاد قنات است. البته مثل تمام قنات‌هایی که در تمام دنیا ساخته شده است، گاهی قنات‌ها به آب می‌رسید، گاهی نمی‌رسید. این داستان معروفی رو که می‌گویند که حاجی میرزا آقاسی روزی از کنار یکی از چاه‌های قنات می‌گذشت و دید که عمله اون ته میگه که آخه حاجی میرزا آقاسی اینجا که آب نداره، و حاجی میرزا آقاسی گفت حالا ممکنه که برای من آب نداشته باشه ولی برای تو که نان داره. معلم تاریخ ما آقای مهدی آقاسی، شادروا مهدی آقاسی، که یکی از نواده های حاجی میرزا آقاسی بود، یک روز سر کلاس ما با سند نشون داد که این داستان قبل از حاجی میرزا آقاسی وجود داشته است و در تاریخ در زمان حضرت علی اتفاق افتاده و این گفتگو رد و بدل شده است بین یک عمله و یکی از خود حضرت علی، که نشون میدهد که اینها چیزهایی است که بسته شده بود. البته این مقدمه رو به این دلیل گفتم که بگم که به همین علتها من شخصا خیلی علاقه داشتم به حاجی میرزا آقاسی و دیدم که خانم هما ناطق هم به این نکات توجه کرده است و من این رو در نقدی هم که براش نوشته بودم آوردم. یکی دو شب بعد از انتشار مجله روزگار نو ما به شام در منزل آقای دکتر ساسانفر مهمان بودیم و به هر حال من نشسته بودم. در همین موقع دیدم که خانم موقری به من نزدیک شد و با لحن بسیار مهربانی که ته لهجه ای از آذربایجانی بودن درش وجود داشت به من گفتش که حالا شما کتاب منو برای چی به کار بردید؟ من گفتم ببخشید کدام کتاب؟ گفت همین کتابی که درباره حاجی میرزا آقاسی و اینها گفته اید. و من بلافاصله شناختم که خانم بایست خانم هما ناطق باشه. ما مدتی با هم صحبت کردیم و من همونجا هم دوباره تکرار کردم که از توجه بی‌طرفانه‌ای که نسبت به حاجی میرزا آقاسی داشته است خیلی لذت بردم. خانم هما ناطق آذربایجانی است، در شهر رضاییه به دنیا آمده ولی در تهران بزرگ شده است، در تهران تحصیل کرده است، یکی از بهترین مورخ‌های ایران هست
خودش با فروتنی تمام اعلام کرده است که تمام اصول تحقیق و تجزیه و تحلیل اسناد دوران تاریخی رو مدیون فریدون آدمیت است که مدتی بهش کار کرده است، ولی بعد از اینکه از هم جدا شدن و خودشان به طور مستقل مشغول به کار شده است، همون بی‌طرفی خودش رو حفظ کرده است. ما در دوران تحصیل در خوی دو تا از معلم هامون از نواده های حاجی میرزا آقاسی بود، یکی همین آقای مهدی آقاسی که معلم تاریخ ما بود و یکی دیگر معلم ادبیاتمون آقای محمد آقاسی که شاعر نامداری بود و متاسفانه حرمت جد خودش رو حفظ نکرد و در انقلاب اسلامی ایران طرف اسلامی ها رو گرفت و البته الان که دیگه فوت کرده است وقت اون نیست که آدم او رو به انتقاد بگیرد، برای اینکه فرصتی برای دفاع از خودش نداره. به هر حال آقای خانم هماناطق اون آذربایجانی بودن خودش رو حفظ کرده است و در تمام اغلب اسنادی هم به کار میبرد یک رگه ای از توجه به که با زادگاه خودش آذربایجان دارد و بسیار هم شیرین و مطبوعه. ولی نباید تصور کرد که خانم هماناطق تمام اطلاعاتش و تمام مطالعاتش درباره قاجار و تاریخ قاجار هست. آخرین کتابی که ایشون نوشته است که ظاهرا آخرین کتابشونه، برای اینکه میدونم که ایشون مشغول تهیه مقدمات چاپ کتاب تازه‌ای است از خودش، ولی هنوز به مرحله چاپ نرسیده است. بنابراین آخرین کتابی که ایشون نوشته است درباره حافظه. حافظی که خانم هماناطق معرفی میکنه کاملا با حافظی که ما میشناسیم تفاوت داره. او در کتاب خودش ثابت میکند که حافظ و لقب حافظ که به شمس الدین حافظ داده شده است به خاطر حفظ قرآن نبوده است، بلکه آدم های نظیر حافظ رو که میتونستن در هر موقعیتی بر اساس زمان و شرایط زمان شعری لازم باشه بگویند، اینها اصولا به حافظ و قوال معروف بودند و حافظ هم یکی از اونها هست و نشون میدهد که با اون سبک نوت نویسی دوران قدیم و که حافظ هم تقریبا همون رو رفتار کرده است، حافظ سعی کرده است که تمام غزل های خودش رو به صورت آهنگین در بیارد. به همین دلیل استش که تقریبا تمام غزل های حافظ میتوند در دستگاه های مختلف موزیک ایرانی جا بگیره و تمام اینها رو ما مدیون مطالعه دقیق خانم هماناطق هستیم درباره حافظ. من یک بار سعی کردم که درباره همین کتاب هم نقد دیگری بنویسم، ولی متاسفانه فرصتی حاصل نشد و یادداشتایی هم که من داشته بودم در اسباب کشی که از خانه به خانه دیگه ادا کردیم گم شد. احتیاج هم نیست، برای اینکه هر کس که این کتاب رو بخونه خودش با لذت تمام دریافت خواهد کرد که حافظ ایرانی به عنوان نمونه و سمبل و نشانه و مظهر فرهنگ ایرانی طوریست و نوعیست که هر ایرانی با خوندن اون کتاب و با خوندن غزلیات حافظ به گوشه ای از فرهنگ ایران دست می‌یابد. برای خانم هماناطق، برای انتشار کتاب بعدیش و کتاب‌های بعدیش موفقیت آرزو می‌کنم.